الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح ومكن لهم. خبر مرگ ابوبکر البغدادی نزدیک به دو روز است در صدر خبرها قرار دارد و واکنش شخصیت‌های سیاسی و یا تحلیلگران یکی دوتا نیست. دو وزیر، آقای لودریان وزیر خارجه و یا خانم فلورانس بغلی وزیر ارتش، میگویند مرگ او پایان کار داعش نیست و هنوز کار ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه هم تاریخچه داعش و زندگی نامه البغدادی را شرح می‌دهد. گفته شد شخصی به نام عبدالله قرداش جانشین البغدادی شده است. به هر حال اگر مردم روی کره خاکی خبر را دنبال می‌کنند، در ایران وزیر ارتباطات حکومت آقای محمد جواد آذری جهرمی می‌گوید این امر مهم نیست، امریکا یکی از عوامل خودش را نابود کرده است. قدر مسلم همان گونه که رسانه ها میگویند ضربه مهمی به داعش و هواداران این فرقه به وجود آمده است. تحلیلگران به دفعات در همین رابطه نام آقای قاسم سلیمانی اعزامی حکومت تهران به سوریه را تکرار میکنند و حال بر همین پایه تحلیل وضعیت برای کردهای سوریه هم تغییر کرده، دشوار شده است. این زن میگوید به ما گفتند مرده‌هایتان را بردارید و از اینجا بروید. قدر مسلم همانطور که چندین بار در این برنامه تکرار شده وضعیت سوریه را امروز آقای پوتین مدیریت میکند و کردها این موضوع را درک کردند. اما آقای پوتین فقط در خاورمیانه قدرت نمایی نمی کند. کوبا یار وفادار سنتی و حالا آقای میکل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا دیروز به روسیه رسید، اما وی سه شنبه آقای پوتین را خواهد دید. آقای ژرار اورو دیپلمات برجسته فرانسوی که حالا به بازنشستگی دولتی رفته میگوید آقای ترامپ میفهمد و میداند مردم کشورش چه میخواهند. او تا سال پیش سفیر فرانسه در واشنگتن بود و کتاب با ارزشی به نام گذرنامه دیپلماتیک را منتشر کرده است. با رفتن آقای شارل میشل به اتحادیه اروپا، حالا خانم سوفی ویلمرز به عنوان نخست وزیر بلژیک به پادشاه این کشور پیشنهاد شد و بدین ترتیب اینک برای اولین بار در اروپا سه زن سه شغل کلیدی را در دست دارند. امروز صبح آقای مکرون با تشکیلات جامعه مسلمانان فرانسه در کاخ الیزه ملاقات داشت و فردا ساعت 6 بعد از ظهر مرکز یهودیان اروپا با ظرفیت 600 نفر در کنیسه در شمال پاریس را افتتاح خواهد کرد. در ماه خرداد آینده پروازهای هوایی بین مراکش و اسرائیل از سر گرفته خواهد شد. در لبنان تظاهرات اعتراضی همچنان با روحیه صلح‌طلب مردم ادامه دارد. این بار نور تلفن‌های دستی و اینجا هدیه گل و نوشیدنی به ارتش لبنان که از مردم در برابر حزب‌الله دفاع می‌کند. حکومت تهران آشکارا از وضعیت در عراق، سوریه و حالا لبنان ناراضی است. آقای خامنه‌ای همواره گمان دارد او قبل از آن که رهبر مذهبی باشد رهبر سیاسی ایران است. 97 سال پیش در چنین روزی موسولینی پیراهن سیاهش را پوشیده و در روم رژه رفت. فاشیسم سیاه در چنین روزی تولد یافته بود. به هر حال محکومیت چنین روزی را با سال روز تولد خانم جولیا رابرتس از امروز 50 ساله و یا آقای بیل گیتس از امروز 64 ساله فراموش کنید. پلکان مشهور فیلم جوکر در نیویورک محل آمد و شد جهانگردان است تا هر یک عکسی به یادگار از صحنه مشهور فیلم در روی این پلکان از خود بگیرند و اگر نه موزه سلفی در بوداپست هم خود حکایت نسل کنونی و تلفن‌های تیزهوش را دارد. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای
چه سفرها کرد.